سلام و وقت بخیر به تحول امشب با من لطیف محمود خوش آمدین. بحث مبارزه با تروریسم از مباحث جدی و سرخطهای کار حکومت افغانستان و شرکای استراتژی که این کشور از 16 سال بدین سو محسوب می شود اما خلاف توقعات و انتظارات ملی و بین المللی آنچنان که می باید در یوزه دستاوردهای وجود می داشت گام های تعیین کننده و راستین برداشته نشد بحث مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر در واقع از مباحثی بود که حضور جامعه جهانی را در جغرافیا به نام افغانستان منطق میداد و از فلسفه حضور نیروهای خارجی در افغانستان پنداشته میشد علیرغم این که از 16 سال به این سو تلاش های و گریخته به خاطر امهای مواد مخدر و ریشکن کردن لانه های توریسم صورت گرفت اما ما در این حوزه دستاورد های نداریم امروز هم نشست در افغانستان صورت گرفت که در واقع نگرانی های آسیای میانه به سرعت از طرف ازبکستان و قزاقستان مطرح شد حکومت افغانستان هم بار دیگر مدعی شد که لانه های تروریسم در خاک پاکستان است و رئیس فرمانده کل نیروهای ناتو هم بارها تاکید کرد و در استراتژی آمریکا نیز بارها تاکید شد که پاکستان جولانگا و پناهگاه افراطیت و رادیکالیزم است اما پاکستان این مسئله را پیوسته رد کرده و با رویکردهای دومنظوره به این مسئله نگریسته در این زمینه گزارش کوتا به توجه میرسد رایزنی سران ارتش پنج کشور برای امنیت منطقه و افغانستان نشستی که با شمول فرمانده ماموریت حمایت قاطع رئیسان ستاد ارتش پاکستان، افغانستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان در کابل برگزار شد. طرف ها روی مبارزه با حرس افغانی و مواد مخدر در منطقه به ویژه افغانستان و پاکستان رایزنی کردند. در حالی که ارتش افغانستان مدعی است همواره در مبارزه با حراس افغانی راست بوده و از این رو خاصی را برای طرف های دیگر مطرح می کند. پاکستان است که تورست را حمایت می کنند. امید از همی کشورهایی که در این جلسه اشتراک کردند اینا هم موضوع مشترک بگیرند و برای پاکستان فشار وارد کنند که تورست را حمایت نکنند. ظاهرا حکومت افغانستان صداقت پاکستان را با بگومگوهایش خوب آزموده است. حالا کابل به این باور است که افرادگرایی و حمایت از حراس افغانی جز جدای ناپذیر سیاست خارجی اسلام آباد شده تا هنگامی که چنین سیاستی در پاکستان باشد امکان از که ما پاکستان یک شریک صادق و جدی در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی داشته باشیم غیر ممکن است پاکستانی ها حافظان و پاسبانان اهداف تروریستی در منطقه هستند انتظار سیاسیون همواره این بوده که پاکستان روی کردش در امر مبارزه با هراس افغانی را از هسته تغییر بدهد متاسفانه که پاکستان هنوز یک بازنگری و تدید نظر در سیاست گذشته خود که از ترورزم به عنوان ابزار استفاده میکرد به عمل ناورده ما امیدوار هستیم که فشارهای اخیری که جامعه بین مللی بالای پاکستان وارد کردن و امیدوار هستمای فشارها کماکان استمرار پیدا بکنه با تازگی که برنامه عملیاتی میان کابل اسلام آباد قبل از ایجاد در زمان گفتگو به هم خورده است در آن مسئولیت سنگین پیکار با حراس افغانی و از میان بردن لانه های امن حراس افغان از آن سوی دوران به دوش اسلام آباد بود مهمانان تحول امشب آقایان جنرال میرزا محمد یارمند موین پیشین وزارت داخلی افغانستان عبدالجبار قرمان عضو مجلس نمایندگان و فیضالله جلال استاد پانتون کابل بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه نخستین پرسش با شما آقای یارمند پیوسته پاکستان متهم میشه که از توریسم حمایت میکنه و از این ابزار یا پدیده به مسابه یک ابزار تند به خاطر تحقق اهداف خود و برخی از کشورهای دیگه استفاده میکنه فشارهای فزاینده هم وارد است اما پاکستان پیوسته این مسئله رد میکنه میگه ما نیز یکی از کشورهایی هستیم که قربانی توریسم از 16 سال بدین سو ما فقط در حد وارد نمودن اتهامات و دفع اتهامات هستیم از نظر شما آیا استراتژی مبارزه با توریسم در مرزهای افغانستان و پاکستان کامیاب است یا نه بسم الله الرحمن الرحیم با درود خدمت شما مهمانان گرامی شما و بینندگان محترم شما هر که پاکستان کشوری هست که از بعد به تأسیسش یک استراتژی داره. او استراتژی رو در قبال افغانستان الا ای که یک مصیبت کلانی به پاکستان وارد شوه که پاکستان دل خنجر بخوره و این استراتژی از یادش بره در غیر از او اینوی استراتژی بسیار تعقیب کرده استراتژی که باید در افغانستان همیشه ناامن باشه و افغانستان توسط از او اداره شوه ام. و همچنین کسایی که در کابینه افغانستان از سیاست خارجی افغانستان باید توسط پاکستان تنظیم شود ام. و در نهایت امر این وطن به طرف تجزیه ببره افتراق قومی بیاره در اینجا به اساس اینمی مسئله مو میگه تغاری بشکند ماسی بریزه جهان چرخد به کامی کاسلی پس تای 16 سال در این سیاست خود کامی آوست پاکستان بله؟ در شا... ب... مطلق کامی و افغانستان ناکام ب... واضح نا است که ناکام است افغانستان افغانستان به دلیل از این ناکام است وقتی که شما قیه کشور رقابت دارین رق... دعوای ارزی هم دارین شما 5 میلی نفوس دونه در اوجه که مهاجر شد هر روز در اوجه تولید نسل شو و یاره ب... 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 بب ببرن به مدارس و به تعلیمگاه تروریستی بناهن این سیاست یک ای سیاستی از اونا کامیاب است آنچه که ما در قبال پاکستان اینی به عنوان به حساب یک کشور در نظر گرفتیم اساسا هیچ کافی نیست پاکستان میتونه با یک لبخند با یک قطعه تشریفات با یک رویش های بسیار ملی در ظاهر و در باطن زر مورد میتونه که بفریبه مورد میتونه بازی بیته خیلی تشکر شغل قرمان دلته په صراحت توګه وی شي افغانستان د پاکستان د توريزم پران دي ناکام دی په مبارزه کې او پاکستان د دې سفارتکې کامیاب دی زموږ استراتیژیک دوستان هم شپارس کال کې چې افغانستان ترغلي دي د غدف لپاره چې توريزم او موادم خادر لري د زینا د ریہیوباسي دوی څنګه دوی کامیاب دي کدویم ناکام دي بسم الله الرحمن الرحیم العمريه لدونکو ټلگرام مې منو تاسو مننه ارمن صبرونه لکه د یو پاک مشرمن ابغا په سپته هغه ایوي وختي و ان د هده پري روشان کي ولی ز نور هم غواړم چې پر دې باندې خپل د تدгай او څنور هم مېربان ز پاکم باز یال خونې نور هم وسنجو مېربان ز ما یادېږي دا نه نه زه حدې ښهاله مخکي اوس پر جوړي سره یو نو د څم سره کار کوي د د خبرونو ډېر خوشېدل <عائل> خبرونه به په بيشره ريو به اوري د امریکا جاک به اوريدي په څنګه جذيبه ما یو راته ماستر ته دا څه کيده خبرونه ته په پوجا ته د دنیا خبرونه وله نه په پوجا د بيشوا د لري د غسر نو مال څنګه په پوجا ولزره خبرونه سره جنگوم کولا اورم بیا سره جنگوم بیا نو چې سره ومی جنگول زه یو نتیجه په لاس راوړم چې خبره په کم ځای کړه زه چې دا وساني مختاکی د پزاته ګورم دا د ایران وزارت دا د پاکستان د پشي او د موژک لوبا دا د امریکایانو ګنګ شوارونو او ادرسونو ادرسیو شی مطرح کړی دي روان بلی خواته دغه ټول د د وزارت د منطکي فصته د ازمش پکورک دنن د ازمش خلک څوک مخ پر ایران روان دي اخو خبري را وړي څوک عرب مېلمانه کې څوک اجم مېلمانه کې څوک بل خوته دا خبري ګلدي خرابې یعنی دوی امریکایان هم لا کوم دی په افغانستان دا خبري دا خبري کوي چې دای سدې نه کومني د دوی په پروګرام دا شي دوی په خپل پروګرام کې کامیابی ښاړه سکاله د افراطیت او د موادو مخدر پروند مبارزه نتیجه یې څه ده ما درته وې خو دغه شيب عدا په چې دغه شيب رښتو مو کې مخنيوي به هدف نه کم مخنيوي هدف هي څو مپدین سکانيې کاوله چې اروپا ایالات متحده امریکا په دغه اقتصاد په دغه ټکنالوژي د نه پويږي چې د دې لوبي مدریت څوکي د دې لوبي مالیس پانسر څوک نه د دې لوبي پټا شه مورې موند کنټرول دربین څوک آمد کی ز چې د کلي سره د پړوند پړوند زناست پکوټ کی د کوټ سويچازنګ راتوي ول دا اوس یو چاپو ولر پاکستان حکومت د شیخ عبدالحکیم پر کور وای شیخ عبدالحکیم اخون څوک دی شیخ عبدالحکیم اخون د طالبانو د کوټ د شورا مهم تصمیمونو کی غړی دی نو ملت القزه ول دایزن ولاری ووتش دی زوی بوتلی ځپه خبره کې شي کیسه مشخه لوبه کړه دا مشخه د ډیر ګرد خلګ سره ډیر ښهاله شل کاله مخکې هیڅ ستله ده ما دا خبره مو شګه فکرون چې زه ځانته د هر څه بربند کم کله د شپې تر ناوخته پورې مینه ته وخت نه ته مینه ته وخت چې دا دې د یو ورځې مکسره پروګرام کړو چې موږ د افغانستان او د نړۍ در فشار لاندې موجاملات ربانکو توبدي شوو چې موږ په چپچاپو کې د دې ورته اټا چکم aksuna rawori konkur drashawali asray khadi wladi del te luid rastizra rawandi دغه وسپکستان او قزاقستان د خاوراندریشتان بيريږي دا چې د ترپطرو په ويني د خپل کمزور ځانونو دغه او د زده زوره ورو ديبانو لوبي ته چګوري دا ور خاطا دي ولی ایران پاکستان نور منتقل لري راغلي میلمانه ګرد ما د فارغ ګوم دياندواله دی ډیر سوالونه دي شګه دي باید جواب ورکړم تشکر اقای جلال باګوسه تر روز میزان نګرانی آسیای میانه گسترش پیدا میکنه و اونا نگران هستن از گسترش دامنه نفوذ افراطیت به سوی آسیای میانه و پیوسته تلاش میکنه تا سیاست های صد نفوذ را را بیاندازه فکر میکنید چقدر نگرانی اینا بجاست تا ای که رؤسای ستاد ارتش اوزبکستان و قزاقستان امروز آمد در افغانستان صحبت کرد بازی به با کدام جهت در حرکت است؟ به نام خدا سلام بر قرمان سب یارمن سب با جناب شما سلام بر بینندگان تلویزیون آریانا نیوز ممنون پیش از اینکه به سوال شما بپردازم خودم از خودم سوال میکنم اه. سوال میکنم که عوامل ظهور رادیکالیسم افراطیت و تروریسم چیست اه. عوامل زر تولید و ترافیک مواد مخدر در افغانستان چیست چ پس متاسفانه 16 سال است ما روی این عوامل بس میکنیم ببینین ارس کنم چرا پاکستان از رادیکالیسم مذهبی حمایت میکنه اما هنوز هم اعتبار بین المللی داره و با همین کشورهای که میگم ما مبارزه علیه تروریسم میکنیم روابط بسیار حسنه داره به هیچ تعذیرات سیاسی اقتصادی روبرو نشده است چرا هیچ گپاست ببینین اه، اه، در خاور میانه دولت هایی که متهم شدن به تخطی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و, و تخطی از منشور ملل متحد چی سرنوشت دامنشان گرفت ولی چرا هیچ سرنوشت دامن پاکستان نمیگیره این چی گپ است ما میخوایم آل به سوال شما بیاییم که چرا کشورهای آسیای مرکزی از وضع نگران هستند واقعا باید نگران باشند به خاطر چی در دنیا کشوری را شما یافته نمیتونین مثل افغانستان که بیش از 2400 کیلومتر دروازش باز است سرحداتش باز است با کشوری که شما گفتید را متهم میسازین به مداخله در امور داخلی افغانستان م. و هر باری که پاکستان خواسته که در امتداد خط دیورند یک دیوار سیم بگیره ما احتجاج کردیم که این حق شما ندارین با ما خ... هم برنامه نداریم برش. که نداریم خی نمی تروریسم میرو و میایه مواد مخدر میرو و میایه بنا ان نالش ما خی برای چیست نگرانی آسیای مرکزی میفهمی دیگه از چی است بخ... نگرانی شان عزیز که اراده اونا میدانند که اراده قوی راسیخ دوامدار در مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر در افغانستان وجود نداره شعار ضعیف زیفه... شعار می تیم این شعارها قناعتی از اونا را فراهم نمی اونا می که بسیاری از دولت مردان افغانستان در عقیب مواد مخدیر بودن اسناد چطور میتونیم که قناعت کشورهای همسایه را ما ببینید... با شش کشور همسایگی داریم به خصوص با کشورهای آسیای مرکزی که ما انرژی ما از طرف تامین میشه و برخی مواد دیگر چطور میشه ما قناعت اینا را فراهم بکنیم که از حاکمیت افغانستان تهدید متوجه شما نیست ببینین ما براتون میگم که ما هر قدر را مطمئن بسازیم همین مشارکت رئیس ارتش یا لوی درستیز پاکستان همین معنا داره او به اونا میگه بار بار آقای باجوا بله که هیچ تهدیدی از جانب پاکستان و از جانب حتی همین مخالفین متوجه شما نیست ام. ولی اونا میدانند که متوجه هست ام. گپ از گپ گذشته و مخالفین در سرحدات تاجکستان، اوزبکستان، ترکمنستان در سرحدات آسیای مرکزی رسیدن ما خدمتتان عرض بکنم که نگرانی دیگه از کجاست ام. نبود اقتدار ملی قوی نبود توافق هماهنگی در حکومت وحدت ملی نبود اراده قوی در امر حکومت سازی و مبارزه علیه فساد و از همه مهمتر نبود حکومت وحدت ملی به معنای واقعی کلمه پس شما اینا را بر حق بله کاملا باید اینا تشویش داشته باشن تشویشان به بجاست زنده باشن اگر وضعی از اونها ما هم باشیم در همسایگی ما نمطور یک آتش در بگیره و این دولت یا همین نظام قادر به خاموش کردن یا تش نباشه اونا باید نگران باشند که امروز یا سبا این دامن ما را میگیره خیلی تشکر آقای یارمند ما در جغرافیه به سر میبریم که ضعف اقتدار ملی کاملا مشهود است از طرف قناعت کشورهای شمال را نمیتونیم فراهم بکنیم که افراطیت به عنوان یک پدیده شوم دامنگیر نامشه تصور هم وجود داره که گویا برخی دستای نامرئی وجود داره که افراطیت را مدیریت میکنه تا به اون طرف انتقال بده چطور میشه ما قناعت اونها را فراهم بکنیم ایشان گفتن <تصفح> که حق به اوناست جناب استاد میگن خب واضح است اونا کشورهایی هستن که یک مدیریت بسیار قوی دارن و تانستن که تا با اکنون کشور خودم مسئول داشته باشن و این پدیده زمانی که به طرف شمال میره مراکز جلب جذب و ایجاد میکنند در شمال ظرفیت های از قبل تیه شده دارند که بعد از شکست اتحاد شوروی سابق تمام سرمایه گذاری کشورهای عربی متمرکز شد به سلفی ساختن مسلمان های آسیای میانه که اونا را سلفی بسازند و این ظرفیت ایجاد کردند که ما شما شاهد هستیم که در سوریه در عراق اینجا اتباع کشوری از اینا به حد وافر وجود داشت و همو افراد هم سه سال پیش چهار سال پیش مدام میز شما گفتم که این همی پدیده تروریستی توسط کشتی انتقال شدن آورده شدن به چترال بینان اونا باید نگران از این مساله باشند و دولت افغانستان من اینطور میگم که با وجود که نیروهای امنیتی ما یادتان باشه که قشر سیاسی را با نیروهای امنیتی ما باید جدا کنیم تلفات میتن شهید میتن زخمی میتن با جنگ میکنن اما او قسمی که بتانن تمام ابعاد تروریسم و مواد مخدر را در افغانستان اینا تحت پوشش قرار بتن هم از لحاظ مشکل تشکیل هم از لحاظ مشکل تعلیم و تربیه هم از لحاظ مشکل تجهیزات اینا و هم از لحاظ اختلافی که به حساب سیاسیون بین خود داره اینا همیشه دچار اینمی و مشکل هستند که این مشکل سبب میشه و که ما نتانیم جلوگیری بکنیم از این پدیده این یک کار جلوگیری کرده میتونه که کشورهای آسیایی میانه جمع افغانستان ایران امریکا منطقی یا بله یک, یک امگرایی وجود دارد هم مرکز اطلاعات داشت. و استخبارات مشترک یا ایجاد کنند هم مرکز اوپراسیون مشترک ایجاد کنند اطلاع رسانی دقیق وجود داشته باشد در شناخت پدیده های و تثبیت هویت از اینای کشور را همکاری بکنه که تا یکی به حساب ما بگوییم که میتونیم کار را انجام بید شغل قرمان پدی و رسته که در آمریکا به پلوت تیاره پا پر پاکستان بندی بریدونه او االت چې کوم پټن ځایونه دي او مخالفین دي غوې پنهکه کوي او غوې اوږی وجنی دا کار نه واینه دي مخکې هم دا کارونه شو دي خو متاسفانه رادیکالیزم مثلا جديشوی له پخوانه آیا دا د هلال اراده پاکستان تر فشار را دي را شیاسي فشار را دي او تر عملولاندی عملی بمبارد وجنه دا جنگ په شکل کې تغیر را وستای شي ولې د قزيه حل نه دي و به چې دا سره څه خطر نه کیږي څنګه د پای د خو د څه دی واخه چې ته د تسلیم نیولو مرجه ده جنگ <متصف> د منځه یو نسی تم ولون کې مرجه د منځه یو نسی څوک چې هم مواد د جنگ د فار آمد کی د منځه یو نسی انسانان کوله نه دي خلک دی وژې کړی خلک دی غریب کړی خلقه د خدای په خرخلص کوس دې سنويش کاله د نراوا جنگ قرباني تامل کړي په شکل د اشكال ته ما شام روډینل د ټول مجبوريته نو سه د بیلمي سه د ګرد سه مثبته ګټه پورته کړي چوک چا چې دستا کوړه جنگ راوړي چوک راوړه یوازې پاکستان دی کنو نسل نه 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 زبردست واجی درته وکړ استفسار له تعریف نه چا د مون کوړه جنگ راوړ او زبردست راوړ زبردست اپرنداره سو په شته نړی یوصلونی وی ملکره زته ته دا ثابتوم چې زموش په کور کې 27 ملکونه په جنگ کې زه داخله هتا ملک را معلوم دي چې نکاسیم دی جنگ تر ali ji څوک مشخص تاسو وی لتوانیا استونیا ما دل طول نکاسیم دی جنگ تر ali ji جنگ دی دا چې ته دا جنگ پراسکي څوک دی وره دا چې ترا غلې ادالات تر نام نه لاند ز راغلم د اسلامي طرزنامه لای او بل راغلی دي د د غلط تر نامه لای او بل راغلی د ما پیا در نامه لای دا خصموج نمونه دي چې موجي شي دي جنگ د افغانانو نه دي نو دا کور دا بالکل دا جنگ د مغو تاسه دا کور ولې دروازه واز دي او بيستورونه اوردي جنگ لپاره الحمدلته چې سلويش کاله تا ته دا مجال نه دي درکړي چې وي دي کې د پاره تسكون وکړي سلويش کاله پر تا هغه ظالمانه جنگ تامل کړي دي چستا بالکل ته دې ته مجبور کړي موږ د دې جنگ ابزار پاتې شویو موش پکات وسایل استعمالوي مو کله چې را ته زوراتسو ډیرش کاله نیم پکار ډیرش کاله با چې زورته پیداسم بیا زم د راته راستي دا و تیيمي نو دا وسایل چې موږ تاسو موږ مخ جناتخاری په دې جنگ کې استعمال په دې کې نسته موږ یا مجبوریت یا غهنه یا غیر غهنه موږ وسيله واکې سوي جنگ د افغانانو نه دی جنگ پر افغانانو تامل سوي جنگ د بلزار راغلې دی دا جنگ مخه مشخص دي هر چاچ جنگ ذهن کړی دي اغه خپل هدف ته رسیدلی دي څنګه دا قضیا کول چې موږ معکوس وکړو افغان د افغانستان له دروازو څخه جنگ را او وباسو یا اپره دا هیڅ معکوس نه وایږي دلته نو یو قربانی غواړي یو قربانی اغه ددا چې زه خوښ کوم دغه یو متشاشینوته تر هرې نومونو لاندې تر هر نومونو لاندې نو د خدای و بیرې د وطن دغه اساسه مرحله ما یو ګړی مخيار منسب ته داسې تشبيه کړل لکه په یو توپاني څپو کې چې مشکشتي سپارکې او مش پر چسپاروي اله د ټولو دغه چې مش باید سایل ته پرې وسو ولی هر لازم ممکن ده فکر کېدنه خلک دې وینم چې ټکي په لاس کې دې چې کښته تاثیر کوي هغه خدای ته وګوره تم غړ کېږې زه هم غړ کېږم وطن یوځل بیا غر کیږي لکه په ویايي مکلونو کی چې موږ نه پایت شپوکی په استلاب باندې لا 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 هندو هر څومره لاس اور کړ د خپل باور کوي زه ډیر سخت خطرونه احساسوم دغه کجې کجې خبرې ندي زه د ایران د امورم د عربان تعقیب وو پاکستان هم تعقیب وو د لیدوسو راغلی مېرمه نم تعقیب وو د کور د دې زور قدرت خبري عمل دا اگر سره جنگو بالکل مزیر پر دی راځي چې موږ باید تشویش وکړو او موږ باید پر دو تشکر آقای جلال تروریسم دو تا بود داره یکی بود نرم افزار بود دیگر تروریسم سخت افزار است ما پیوسته با بود سخت افزاری توریسم مبارزه کردیم در حالی که بود نرم افزار در واقع به عنوان علت اصلی بود سخت افزار را می سازه. چطور میشه با رادیکالیزم مذهبی که پناهگاهش مشخص است و مشخص است با نرم افزارش ما مبارزه بکنیم و ریشه بکنیم ببین جناب محمود صاحب استاد محمود خدمت شما عرض بکنم که ما ما بسیار میتون گفته میریم دیگه چرا ببینین بازم چرا با وجود حضور نظامی گسترده ایالات متحده آمریکا امریکا و ناتو حتی جامعه جانی چند طالب مدرسه این همه مشکلات ایجاد کردن چرا چی گفت ببینین دولت این مردان نمخ... پول, پول کار داره ارز... تفنگ هلی... کار داره هلی... بارود کار داره انگیزه کار داره بانین. شما اون طرف نروید شما باز هم اصل حق... از اصل حقیقت فرار میکنید بفرمایید بیاین به واقعیت های اجتماعی جامعه با به واقعیت های سیاسی جامعه به واقعیت های اقتصادی و فرهنگی و امنیتی جامعه مراجعه کنید که کی در این مملکت چی گپ است چقدر قدر به عدالتی هست چه قدر خشخری است چه قدر چور و چپاول است چقدر قدر بناموسی است چقدر نقض قانون است چقدر فساد است چقدر قدر رسوایی است در مردم باید طالب شود کیها ها باید دایی شود ببینین 16 سال میشه که بر های مردم یک اقلیت محدود به نام قوم به نام سم به نام دموکرات حکومت میکنه مم. در حالی که اینا دموکرات نیستن در حالی آره که اینا لیبرال نیستن آه. چرا لیبرال نیستن به خاطر از اینکه اینا طرفدار حاکمیت قانون نیستن پس این تکدارا و این اقلیت کوچکی که با با رویکردهای فاشیستی و شئولیستی استفاده میکنه چطور میشه شناس کی هست از دید شما اینا را همگی میشناسه هم. ببینن دکتر صاحب اشرف غنی در منشور انتخابات خود گفت که اگر من رئیس جمهور شدم آن بخشی از دارایی های آمه و مردم ها که این زوراورا گرفتن من پس اونها را به مردم تسلیم میکنم و پولهایشان را به بانک ملی یک شکت ببینین وقتی که مردم توهین میشوند وقتی که ناموس مردم به خطر مواجه میشوه دزدا مافیا چپاولگرا بهترین خانه،, خانه ها در افغانستان چطور میشه می از گیری دزدا بیرون شده به قول شما بهترین خانه ها در داخل افغانستان در دا امارات متحده و بعضی کشورهای دیگه جور میکنن و اینا تحت تعقیب ارگان های عدلی و قضایی قرار نمیگیرند قانون اینا را پرسان نمیکنند دادگاه ها قضای ما از پرسانی از اینا آجیز است بینان باید محیط ما محیط ما تشنجزا ساختیم محیط ما بیثبات ساختیم محیط ما طالبزا ساختیم داعشتا ساختیم اقلیت این اقلیت ای در مافیای چور چپاولگر که یک بخشش در دونی دولت است یک بخشش در بیرونی چطور دولت چطور میشه آقای استاد چطور میشه ما این چپاولگرا را به قول شما چطور میشه ما این مافیا را و کسایی که کس از دایه قوم و و و نان میخوره اینا رو شناسایی و کنار بزنیم ما براتون بگم اینا شناسایی هستن چطور میشه کنار بزنیمش اینا را رئیس جمهور شناسایی کرد گفت اما وقتی که رئیس جمهور شد وعده ای که به ملت داد فراموش کرد من به خاطر گفتم که کتاب مجددا بخون که در اون کتاب چیزای خوب نوشته کرده دکتر صاحب عبدالله گفت که اگر ما به قدرت برسم با اینا برخورد قانونی میکنم آلی نه تنها با ای افراد برخورد قانونی نشد بلکه افراد دور پیشی از این هستند این افراد در ساختارهای اداری نظامی و قدرت دولتی اینا جای دارند نفوذ دارند بنابراین ببینین تا زمانی که جنگ است مواد مخدر است و در پشت مواد مخدر زورمندان قرار دارند یک پاوتریاک که دزگیر میکنند ولی کسایی که تنها انتقال میتن از طریق زمین هوا هیچ وقت اونا را دزگیر نکردند مواد مخدیر و تریاک در افغانستان کیلو نیست سر نیست چارک نیست تن تن هاست بناهن ای را کی انتقال میتن؟ مافیا خلاص و بیترین خانه را کی داره؟ یک آدم چند, و... چند روز والی میشه چند روز قماندان است چند روز وزیر است بعد از اون میره چار باغ میخره پنج خانه میخره امی دولت ما پرسانش نمیکنه که, که برای این باغا تو از کجا پیشش پیدا کنید با شما چی میگن؟ مبارزه علی تروریزم شود آقا مبارزه علی تروریزم با ای شیوه ها با ای افرادی که باور به با مبارزه علی تروریزم ندارن باور به با حاکمیت قانون تشکر. ندارن حرفشان و عملشان فرق برونتا. داره صورت گرفته نمیخونه من یک یگ مظور دیگرم خدمت شما عرض میکنم کنم سال ما گفتیم که مداخله خارجی است و این جنگ سر ما سال ما متاسفانه بارمدیر ایجاد اما نکردیم اما ببینید در 40 سال ما با واقعیت های جامعه مان مراجعه نکردیم که این مردم چه حالت دارند بس برف خود به بام دیگران انداختیم از, با دیگر از خاموش چه حالت همیشه ما میشینیم پاکستان مداخله میکنه پاکستان مداخله میکنه آقا اعمالی از اینا طالب آفرید اعمالی از اینا دایش آفرید اعمالی از اینا مخالفین بس راضی شریف میمنه و قندار در پلوی از اینا پس رادیکالیزم و مواد مخدر محصول اعمال غلط ماست محصول اعمال نه محصول برنامه های استراتیجی مافی های دولتی و غیر دولتی هست و تعجباوری است که ما برای چی می جنگیم؟ و برای چی قربانی میتیم و فرزندای مردم هر روز تابوت کرده شب. بدخشان و میمنه و قندار و هلمن رای میکنیم برای دفاع از منافع دزدان بسه. قدرت و مافیای ثروت به خاطر اینا مردم بمره خیلتش. یا اینجا یک برنامه ملی یک استراتژی کلان برای نجات افغانستان و پیشرفت افغانستان وجود داره یک حکومت واقعا ملی وجود داره که فرزندای مردم باید در راستا قربانی بتن بسه. یا ما اصلا در خدمت یک مش دزدی حرفه‌ای خطرناکی وابسته به کشورهای خارجی خیلی تشکر ممنون میان برنامه کوتاه زود برمیگردیم بازم خوش آمدین آقای یارمندی اینجا اشاره شد که مشکل اصلی که باعث بحران در این کشور شده و تروریسم را در واقع ریشه داده ما هستیم فساد در این کشور نابرابری ناعدالتی و و و از موارد است که گفتن بایسی شده که هم مواد مخدر و هم تروریسم در اینجا پایه های خود را تحکیم بکنن یک شبه هم انگیزه و اراده نمیتونیم ایجاد بکنیم به خاطر محو این پدیده ها از نظر شما رای اساسی به خاطر ریشکن کردن چیست؟ آیا این نشست هایی که در کابل صورت میگیره بین مقامات امنیتی این میتونه یک نقشی را برای ما, باشن؟ <applause> ما حالا هم در قبال این نشست ها به دیده شک می بینم خب شک نیست که افغانستان میخواد که اف... مردم افغانستان صلح می خواهد آسیای میانه میخواد می خواهد کشور خود از تروریزم مسئول داشته باشد اما اسبابی تروریزم و مواد مخدر به حد عمیق است که این اسباب ما نمیتونیم از بین ببریم چرا نه تروریزم پدیده افغانی نه مواد مخدر پدیده افغانی است در این شک و شبه وجود نداره که اینمی جنگ افغانستان که چهل سال دوام کرده در این چهل سال ادارات استخباراتی در جهت تفکر سازی در افغانستان سرمگذاری کرده فهم مولایی را پایین آورده فهم دانشمنده و شیاست مدارای پایین آورده اونا را مثل یک پیکر تراش تراشیده بناهن در اینی طور یک وضعیت ما در جان خود تفتیدیم خود در جان ما افتیدیم پاکستان من بعد تا پینجا سال دیگر در افغانستان هیچ مصرف نکنه اگر ما با انتبار برخورد نکنیم در قبال اینمی قضایی از عبرت نگیریم پن نگیریم اینمی وضعیت و اینمی نفاق اینمی بدبینی ادامه داره چطور میشه ما پایه های اساسی و معنادار مبارزه با تروریسم را در افغانستان نهادی بسازیم و از قدرت هایی که با ما همسویی داره از اینا استفاده بکنیم بخاطر خاطر ریشکن کردن ببینین شما وقتی میتونین علی پدیده مبارزه کنین که تمام سیاسیون افغانستان غرایز خود را تعدیل کنن مردم افغانستان در قبال انتخاب سیاسیون خود در رأس قوی اجرایه و مقننه و قضا و همه موارد تا ولایت و تا اینجا نسبت به اینا بسیار با دقت ببینه و اینا را شناخته و وظایف بگماره اینا بتانن آلا هم من مخالف یکی هستم که بالای از این سیاست مدار را انتقاد کنیم یا بالای از این انتقاد کنیم بالاخره اینمی وضعیت ادامه داره و اینمی سیاست سیاست مدارا همیشه که کلی خود میزنن زرر و زیان دارید ملت افغانستان میبینه باید ملت افغانستان آگاه شود ملت افغانستان هوشیار شود من یقین کامل دارم این امیال یعنی مخالفینی که در داخل افغانستان الان خود مردمای سیاسی مخالف هستند اگر اینا با هم یک جا شوند بگم من با هیچ خارجی صحبت نمی کنم با تو صحبت میکنم شما در افغانستان دیگه ناامنی رو نمی بینین؟ شما در افغانستان دیگه توریسم نمی بینیم تورز... اما اینجا میگن که دستای بیرونی است ایران اد 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 پاکستان اد 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 و, و کشورهای دیگه در تلاش آن است بازی های استخباراتی خود در داشته باشه یک اصول است مثلا شما میخواین که ما کشته شوم خدا دشمن من هستین میخواین من به خاطر نگاه کردن خودم مسئول ساختن خودم چیکار باید بکنم امیر هر کس میدانه تدابیر هر کس میدانه که ملت سازی کاری آسان نیست باید تفکر ملت توحید کرد. اما خیلی زمان میبره، یک پروسس است. ببینن... یک یک پروسه زمانگیر است. ببینن... راه های کوتامدت چیست از نظر شما؟ ببینید، نخستین گام ها را که ام... باید برداشت. کار نه کار فعالیتی است که توسط یک شخص یا یک گروه انجام میشه که عمو اهداف متوقعه را به دست بیاری. مثلا شما این می تعمیر تلویزیون آریانا رو با هم زیبایی ساختین. اگه ایرا بگیم ما تعمیر میسازم میسازم، میسازم، می سازم اج نسازی چی تو میشه سال همیه یا علی مواد مخدر مبارزه میشه مگر زیاد میشه چرا زیاد میشه؟ خونمو گپ مولانا است که به حساب نمیشه که آدم بگه چی میکنم از بین میبرم تو مگر از بین نبره مثلا تولیدش هم به حساب وجود داشته باشه اسباب ازی وجود داشته باشه عواملش وجود داشته باشه وقتی که شما علت از باندې نبرین چګونه میشه چې یو ادم به غوښتل به ولای ملول اثر میګزاره خل ته تشکر شغل قرمون دلته التون تاسو هم تخارته غوړتې شرابو کې دوستاره مرته شرابو کې التون موجود دی دا ضروري وادونه چې افغانستان ترغیل دی وزبکستان قزاقستان پاکستان او افغانستان او امریکایان چې په دې غونډه کې ګډون دي آیا دا غمونه اساسی التون موجود دی دا غمونه کې چې شغل التون د التون اساسی رخي وباسي یا دا غز موږ نور هم سايګان به چرګان د وسپکان او قضاکار کرغز هغه د اشتیا بي ريژمه پاوله بلاکيم درته هغه دوام ممسول دا بیروبار ویني دا غورو پښتي څوک تیاری راوړي د وطن ته څوک فوتا شو راوړي د ایران ریس جمهور هلته غوريجه ابل هلته غوريجه عرب هلته غوريجه عجمل هلته غوريجه هغه داريږي هغه دلته د ګډوډي ویني اساسي هغه رښتیا هم او موږ افغانان هم داريشو داغه څوک چې متزلزل او دا ګر داریږي صرف څوک نه داریږي چې چې دلته دغه لوبه روانه کړي اغه نه داریږي اغه چې د خپل پروګرام سره سم روان دي وشه موږ د شی حالت ته رسیدل تاسو بهان دغه لوبه د تسله لپاره روان شو په افغانستان کې اساسي مخته د لوبي جنگونه انسانان چې څه لپاره سره کوي خپل ګټوله لپاره دکتور لپاره کې په انساني جوامې و کې زاتای ستایو شويو ام چې پمځک کیه وا پاپریکا د تولید د اسلحه پالې روانې پمځک کیه چې جنگو سره اتمې دی دتص په وکی دا د افغانستان جنگ د سره پر دی خو زرازم درته دلته په دنیا کې پیسې پدری پدری مارکیټ کې پرېتی یو د تورې تلا مارکیټ چې موږ یو تورې تلا یو نیفت یو د اسلحه د خرڅولو بازار دی دلته چې د غوبل جوړ دی شوار خدمت را دي چې مواد مخدر د منځ وړه نو دا لزرټونه شلزرټونه وس په کال کې چلوور موسم مکرل کیږي دا خو د جبر په جیبو کې وړایسي دا نه په کی بوتو کیږي دلته یو لوی دنیا ده لویه ما ماده منټیکاده پمځکه کیښ شان دی لری دی نجدې دی هر څوک د خپل ځان سره خپل یو هدف په مخ کې راخستې دی پر موږ 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 مو سه لاګرځې دي موږ دا شی یو حالت سره زتښ تشبيکوم پیغام یې نه لازیدو دوستانو خبري تایدو لکه یو موټر چې دی نوټل کړي د ازموش جامعې نه دا څلوي شکاله د ازموش پرځینه ټونکو په خپل وخت کې لکه یو مخاتزي دا نوټل کړي دی انډيواله شه په ری وی هر ل اعظم ممکن در... در دی چې دریو څامل ویږي درستی شکارای شټرنګز به په لاس راکړی دي چې موږ باید دا شټرنګز همبال مگر خونه الته د غز ما په لاس کې دي بریک او نه د د گیر چرز ما په لاس راکړی دي زه په دې منځ کې موږ زر پټ غومره نه دي دلته دي خلک مشکلات هم لري سیاسيون د انتقاد ور دي پر سیاسيون انتقاد پدې کو چې د ټولنې دغه خطرناک لحظه باید موږ ساس کو موږ باید په دغه مقتد تاریخ کی. خپل خلکو په برابر او د خدای په برابر دا خطراتي سازکو او کرا کرار د خپل خلکو سره پرزین سازل کدی چې وای د خلکو پر جوړول باندې په هغه شکل چې ضروري دی ولی هغه مرزان چې استاد وای هغه لیوان اغه چې یو ش دا شبک کار پرو کې مدا کابل <سؤال> کې چروان سول <سؤال> ارزه چې شو کور پیدا کی ډیر موتوران و بس بریک دی او توي داغه خپل غلطي بلاده فمخه کې کازي ما چې ته ضرورت نشته پر لاندلار کې پیدا کړو کچا پرو ولایت پیدا کړو کې پر وزارت پیدا کړو شغت کوريو نو پر شرمځ نه کو نو باغي نه دی تجارت نه دی کړي پر لند بسلې پیدا کړی نو په لہذا بیا هغه عمل پکار دی اغه دغه ظرفیت حکومت نه لري دا ټول نه شده مشکلات ډیر دي دی. رازی لش لږ په کاروکو مغزو کار وکړو ټول ارخونه پر آباد به په کور کې د ننم کار او د باندې چې څه په پویجو خپل خلک به په جریان جلال رای عملی چیست دستای شوم بیرونی هم در افغانستان کار میکنم و ما هم شگاف های جدی در سطح رهبری و مدیریت کلان کشور داریم شگاف های فرهنگی قومی و و و در کشور است و شما کردین که مافیا با مافیا نمیشه که ما در با پدیده شوم برام تروریسم و مواد مخدر مبارزه بکنیم رای حل شما چیست؟ چطور میشه ما از این آه. پدیده های کشنده رهایی پیدا بکنیم؟ آیا این نشست ها میتونه رای حل باشه؟ این نشست اهمیتی خود دارن بله ولی ببینین چند روز پیش در مدبات رسانه ها ما شنیدم که از گوش های مختلف به زبان های مختلف گفتند که امریکا مبارزه که بر علیه تروریزم میکنه بسنده نیست بسیار لطف و مهربانی داره در حق مخالفین مسلح و گفتند که مبارزه باید صادقانه و دوامدار صورت بگیره و حتی تا حد پیش رفتن گفتن اگه مبارزه نمیشه خیلی معناشیست است که امریکا شکست خورده ب... امریکا چند کار روی دست گرفت یکی ب... بی, بی پینجا و رو وظیفه داد که یک چند را بمباردمان کن او کدام نتیجه نداد نتیجه نداشت حالا دامو... عملات شروع شده و دامو... با... در آقا یک, شند... با... یک چند بم بله. انداختن خود او خاک پاکستان شده در دا داخل افغانستان کدام اثری ای نداشته این یکی وزیر داخله و وزیر رئیس امنیت به پاکستان رفت و رئیس شورای امنیت هم به اوزبکستان یعنی فایلت های سیاسی و استخباراتی شروع شد و اونا هم رای خود را رایی به رهبری یک زن بی نتیجه یک زن یک خانی محمد و مقصد یک چیزی یعنی اقدامات شکلی صورت گرفت که ام ا... 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 امریکا نشان بته که من فعال هستم ما برتان میگم که بازی متوجه باشین توپ در میدان آسیای مرکزی نیست توپ در میدان روسیه و چین نیست امریکای ها بدانند که توپ در بازی در میدان امریکاست آه. هر حالتی که در کشور به وجود می آید امریکا مسئول این وضع است ببینین امریکای ها از یک دولت فاسد حمایه می‌کنند و امریکای ها یک شکل مبارزه را یا مخالفین ساختن که اونا هم با افکار رادیکال و افراطی مذهبی مورد نارضایتی عامه مردم خب و جهان است حالا گفته وجود داره که روسیه و ایران هم با طالبان رابطه داره کنم، کنم امریکا از ایجاد یک جنبش آزادی بخش ملی با ایجاد طالبان و داعش جلوگیری کرد بسیار اشارانه که نمی جنبش باید ایجاد نشه کدام جنبش جنبشی که وقتی که کشور اشغال می شود، وقتی که کشور بدبخت می وقتی که مفسدین بر سر گرده های مردم حاکم می شوند این جم... مردم ناراض می شود، مردم باید روشن رهبری کنن نیروهای ملی باید رهبری بکنن اما این طرف از یک دولت فاسد حامی مواد مخدر حمایت میکنه که فسادش به دنیا رسیده او طرف سر یک جنبشی ناکامی ارتجاعی رادیکالی افراطی را ایجاد کرده و او را از طریق پاکستان و عربستانی داره میکنه منظورتان, منظورتان. این مستقیما خودشی داره میکنه این ارتجا، ارتجاع کیس؟ ارتجا رادیکال کیست اینا را تو هم میشناسی من میشناسم که لانه هایشان در پاکستان است و ارتباط تنگاتنگ با عربستان سعودی دارند از سالیان متمادی در این کشور مورد حمایت کشورهای امریکا و انگلیس و از جنگ سرد تا امروز عامل بدبختی باز... و ایرانی و مشکلات مردم افغانستان است بازیگران امروز هم امین افغان در افغانستان اعلان کنم انتظار شما چیست از اینا؟ یک استاد محمود بفرمایید حال ببینین امریکایا چی یک بازی هوشارانه ایجاد کردن امرای انگلیس ها روشن فکر حیران مانده ما ما در این تلویزیون ها گپ میزنیم یا گدا میشنوه یا نمیشنوه اما از فضا و حالت موجوده امکانات برای ایجاد یک برنامه ملی یک استراتژی ملی و یک مبارزه منسجم و هماهنگ نداریم یک دقیقه رای, رای حل چیز جنبش باپوزش... این جنبش باید آه. ما اداره کنیم رای حل چیز در یک دقیقه اشاره بفرمایید در یک دقیقه رای حل چیز که روشن فکرا ملی گرایا و وطن پرستان افغانستان که مرتکب جرم جنایت نشنن باید به با اختلافات سلیقوی پایان بتن یک پارچه و متحد شوند در غیر از او خدا تاریخ و مردم اینها را نخواهد برد. خیلی تشکر آقا یارمند رای حل به خاطر ریشکن کردن پدیده نام توریزم و مواد مخدر چیست؟ آیا این نشست ها میتونه رای حل باشه و یک نقشه را باشه بعد از 16 سال؟ خب این نتیجه بعد از اینکه ما ببینیم باز بعد از او حس میکنیم که این نشست ها چقدر به حساب اثر داره بناب... چون همیشه این نشست ها صورت گرفته اما نتایج متوقع چیزی که بوده به دست نامده به این اساس باور ما ای است که باید یک تیمی ایجاد شود در افغانستان اما میگه تخم دیگر به کفاریم و بکاریم زی نو کانچی کاشتیم زی خجلت نتواند کرده رو یک تیمی از نسل جوان ساخته شود اینا نه مبنای قومیت یک ترکیبی قوی داشته باشند در بین از اینا پشتون و تاجک و ازبک و ازاره و این و آن نباشه همه از اینا بگن ما به خاطر نجات اینمی جغرافی افغانستان از شر تروریسم و مبارزه آغاز میکنیم و اینا از هیچ کس اینا باید علف بخورن اینا باید دان خشک بخورن مم. هیچ گاهی از هیچ کسی پول نگیرن بالاخره اینمی حرکت این باید یک قوام میرسه این افراد را شما سراغ دارین در افغانستان فراوان؟, فراوان وجود داره نسل جوان است این جایی بالاخره زدان مادرها حقیم نیست این ای پیدا میشه تشکر مجھے چون رضی مخ کی دوار دوستانو از د افغانستان د مسلې حل د دغه ټولنې د دغه مليت اتفاق او اتحاد دی چې څلويش کالات د دې پر نیپا کارسوی نه مشربله ورځ د وطن د ګوند او خوا او فکران مشغټه جلسه جوړه کړ مشوزبک ازارا تاجک پښتان مشکول یو ځای پریوتل وینم راويستل امنيت نه اډونو ته وینم ورکل او دمو وبرې شول چې موږ وینایو رنگ دا او موږ یو ملت یو او موږ په ګډه باندې دغه زه نه کوم ول غواړو په ټول افغانستان کې طبيعستي نه وایو موږ فقط په دغه یو لار باندې متحد شو متفق شو پر یو لار شو به عدالت د منځ یو سود دا اجتماعي عدالت د دا پاره پا پګړا کار سروکو یو بل تعامل کو برادری برابرۍ د هر ځای عدالت دغه دا د هر لار د ولاده دنیا توپونم کمزوري کوي نورم کمزوري کوي دغه موږ رو کړه او دا شی په سر تاسو وطن خدای غواړم چې ټول خلق پر دغه شکر کار باندې زموږ سره آقایان استاد فیزولا جلال استاد پنتون کابل میرزا محمد یارمن موین پیشین وزارت داخلی افغانستان و جبار قهرمان از مجلس بسیار تشکر از زور و تان در پایان از شما نیز ممنون که تا این دم با ما بودیم. تا دیدار دیگر خدا نگهدار